سرخط خبرها. محکومیت دیپلمات ایرانی در دادگاه بلژیک. اسدالله اسدی به جرم توطئه برای بمبگذاری در نشست مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شد. درخواست گروه کارشناسی کنگره آمریکا برای تأخیر در بازگشت نظامیان از افغانستان. آنها میگویند خروج کامل نیروها ممکن است به جنگ داخلی منجر شود. ورود اولین محموله واکسن‌های روسی اسپوتنیک به ایران. همزمان وزارت بهداشت درباره احتمال بروز موج جدید کرونا هشدار داد. و میانمار سه روز بعد از کودتای نظامی. اعتراض خیابانی و نافرمانی مدنی همزمان با قطع دسترسی به فیسبوک. سلام به شما، عصرتون بخیر. خوش اومدیم به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را به جرم توطئه برای بمبگذاری به 20 سال زندان محکوم کرد. این دیپلمات ایرانی متهم شده بود که 2.5 سال پیش به یک زوج ایرانی بلژیکی ماده انفجاری داده تا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بمبگذاری کنند. امیر سعدونی و نسیمه نعامی و همچنین مهرداد عارفانی به جرم همدستی با این دیپلمات به 15 تا 18 سال زندان محکوم شدند و تابعیت بلژیکی آنها هم سلب شده. پیشتر دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی این بمبگذاری متهم کرده بود. دولت ایران اما این اتهام‌ها را تکذیب کرده و گفته که علیه آقای اسدی توطئه کردند. حمید نوذری فعال سیاسی که در همین زمینه دو کتاب هم نوشته از برلین با ماست. خوش آمدید آقای نوذری. بی سابقه است این اتفاقی که افتاده. در واقع اولین دیپلمات ایرانی هست آقای اسدی که در خاک اروپا محاکمه میشه. تبعاتش برای ایران چه هست؟ با سلام. بله، بی سابقه است در رابطه با اینکه در حین خدمت دستگیر شده، ولی سابقه خیلی زیادی داره در دهه 80-90 و بعد از اون که چگونه دیپلمات‌های ایرانی و دستگاه دیپلماتیک ایرانی همزمان با فعالیت‌های تروریستی وزارت اطلاعات و قدس همکاری می‌کردند. از این لحاظ سابقه طولانی هست، ولی یک نفر رو در حین خدمت گرفتن بی سابقه است و این تبعات سیاسی جدی داره. من یک جا هم نوشتم که بعد از میکونوس این مهمترین واقعیه که در رابطه با فعالیت‌های تروریستی ایران در اروپا به اصطلاح انجام شده. اگر دولت‌های اروپا کوتاه نیان و بر موازین حقوقی و قضایی خودشون بمونن، حداقل کار به مانند میکونوس به اصطلاح فراخوندن سفراس، محدود کردن هرچه بیشتر فعالیت‌های دیپلماتیک ایران و به ویژه فعالیت‌های امنیتی اون در اروپاست. حوادثی که بعد از حکم میکونوس تا حدود 10 سال بعد از اون بود، تونست تا یه حدودی دست و پای کارهای امنیتی و اطلاعاتی ایران رو در اروپا ببنده. اگر همه چی خوب پیش بره و اروپا و غرب نخوان کوتاهیان در حاشیه به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای، به نظر من عواقب سیاسی اقتصادی خیلی جدی این عمل برای ایران و همچنین رابطه ایران و اروپا که عملا آخرین دروازه ورود ایران به غربه، چون که این اروپاست که بیشتر سعی میکنه ایران رو جذب بکنه، بسته خواهد شد و این برای سیاست ایران به اصطلاح یک جوری یک شکست خیلی ویژه و یک عقب موندگی از دیگر کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت. آقای نوذری، اشاره کوتاهی کردیم به مذاکرات هسته‌ای. الان خب مسئله برجام خیلی مطرحه، احتمال بازگشت آمریکا به برجام مطرحه. فکر می‌کنید این اتفاقی که افتاده چقدر واقعا موضع ایران رو ضعیف می‌کنه؟ بستگی داره که طرف‌های مقابل چه جوری برخورد بکنن. ایران که مثل همیشه همه چیز رو نفی می‌کنه، میگه دست بقیه در کاره و از اون بهانه‌هایی که همیشه میاره. موضوع اینه که چقدر بقیه کوتاه نیان و مثل تا اکنون به نظرم تا الان سیاست اوکی بوده، با همه تهدیدهای ایران کوتاه نیومدن، هر چیزی جای خودش رو داره. یکی از به اصطلاح مسائل این مذاکرات هسته‌ای امنیتی یا هر چی دیگه‌ای که اسمش رو میشه گذاشت، به اصطلاح امنیت
فعالیت سیاسی نیروهای مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور بله و اینکه ایران به هیچ عنوان دست به این کارا نذاره و مهمتر از اون اینه که در عمل خود کشورهای اروپایی سیستمی رو برقرار بکنن که ایران نتونه به همچی فعالیت هایی ادامه بده. ما دیدیم که پیروزی این مرحله و موفقیت این بود که چند کشور اروپایی با هم همکاری کردن، آلمان کوتاه نیامد و بر سر مسئله اینکه این آقا مسئولیت دیپلماتیک داره کوتاه نیامد، مسئولیت دیپلماتیک اون فقط در اتریش بوده و این مسئله میتونه کمک کننده باشه برای روابط به اصطلاح آینده احتمالی ایران و اروپا. ممنونم از توضیحات شما. حمید نوذری، فعال سیاسی از برلین با ما. متشکرم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. خانه آزادی در گزارش تازه ای از افزایش سرکوب های فرامرزی به دست رژیم های به گفته این نهاد اقتدارگرا همچون جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده. در این گزارش به روبودن روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمن نیوز در عراق و انتقال او به ایران و اعدام او اشاره شده. خانه آزادی همچنین به موارد دیگری از روبودن مخالفان حکومت ایران در کشورهای دیگر یا ترور آنها استناد کرده و ایران را در کنار چین، رواندا، عربستان، روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای پیشگام در سرکوب‌های فراملی معرفی کرده. در ایران بیش از 200 فعال مدنی و سیاسی با امضای نامه‌ای در حمایت از دیپلماسی ایران برای احیای برجام از کسانی انتقاد کردند که به گفته آنها با تندروی برای خرابکاری در تلاشند. آنها در این نامه نوشتند که تأخیر در رفع تحریم‌ها به زیان منافع ملی است. پیش از آنها گروه دیگر از فعالان مدنی و سیاسی در ایران از جمله شماری از زندانیان سیاسی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار ادامه سیاست فشار حداکثری بر حکومت ایران شده بودند تا به گفته آنها آرزوی ایرانیان برای دستیابی به یک نظام دموکراتیک سکولار برآورده شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مراجعه دولتش به دیوان بین المللی دادگستری برای شکایت از تحریم‌های آمریکا را با عملکرد محمد مصدق رهبر ملی شدن صنعت نفت ایران مقایسه کرده. دیروز این دادگاه تصمیم گرفت به شکایت ایران از آمریکا رسیدگی کند. آقای روحانی با مقایسه این پرونده با پرونده دولت مصدق و شرکت نفت ایران و انگلیس گفته که مصدق به این دادگاه رفت و در تاریخ ماندگار شد. گزارشی که به سفارش کنگره آمریکا در مورد افغانستان تهیه شده توصیه می‌کند که ایالات متحده باید برنامه خروج کامل نیروها از افغانستان را عقب بیاندازد و کاهش بیشتر نیروها را از جمله به پیشرفت مذاکرات صلح و کاهش خشونت از سوی طالبان گره بزند. این گزارش می‌گوید که خارج کردن همه نیروهای آمریکایی می‌تواند به جنگ داخلی، بی‌ثبات شدن منطقه و احیای تهدیدهای القاعده بیانجامد. وزارت خارجه افغانستان از پیشنهادهای این گزارش استقبال کرده. علی حسینی گزارش می‌دهد. در گزارش گروه مطالعه افغانستان متشکل از 15 جنرال ارشد بازنشسته و سیاستمداران برجسته آمریکایی آمده که آمریکا نباید پیروزی را دو دستی تقدیم طالبان کند. اشاره‌ای به این نظر که حکومت ترامپ بیش از حد به طالبان در توافقنامه سال قبل با این گروه امتیاز داده. از جمله توافق کرده که نیروهای آمریکایی در ماه می 3 ماه دیگر از افغانستان خارج شوند. گزارش گروه مطالعه افغانستان میگوید خروج سربازان آمریکایی با رعایت این ضرب العجل بدون آنکه خشونت ها کاهش یابد و مذاکرات قطر بین دولت افغانستان و طالبان پیشرفت نکند می تواند به فروپاشی دولت منجر شود. با باور ما خروج نیروهای آمریکایی به گروه‌های تروریستی فرصت می‌دهد که دوباره بازگردند. این اقدام طی 18 تا 36 ماه می‌تواند عملی شود. از دید ما احتمال جنگ داخلی در صورت خروج آمریکا زیاد است. برای ریاست جمهوری افغانستان این گزارش خرسند کننده و مطابق میلش به نظر می‌رسد. به ویژه اینکه نسبت به توافقنامه دوحه ملاحظاتی داشته و به گفته آقای صالح دو برگ توت هم برایشان ارزش نداشته. اول که توافق دوحه پر از نقایص است و این طرح میپذیره که نقایص است. چوکاتش حفظ میکنه، محتوایش نه. چون محتوا نقیصه داره. درست؟ دوم، ما هیچ وقت از امریکا نخواستیم که 1 عسکر داشته باشه یا 100,000. ما از جامعه جهانی خواستیم که منافعتان چیست. ما با بخش‌های زیادی از منافع جهان بله.
همسو هستیم و این همسویی حراست میشه. این حتمی نیست که با یک تا عسکر حراست شد و با 4000. از طرف طالبان محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته طالبان به تعهدات خود پایبند بوده و امریکا هم باید پایبند باشد. این هم پاسخ سه روز پیش طالبان به این سوال که اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج نشوند چه می کنند؟ ماندن عساکر چی امریکایی و چی ناتو بعد از مدت 14 ماه به معنای دوام اشغال در افغانستان است و ما در مقابل اشغال 20 سال مبارزه و جهاد کرده ایم. لذا در آن صورت مجبوراً مبارزه و جهاد خیش را ادامه میده. حالا هم حکومت افغانستان و هم طالبان منتظر هستند که نتیجه بازنگری توافقنامه دوحه از سوی حکومت آقای بایدن چه خواهد بود. به احتمال خیلی زیاد آقای بایدن در نشست ناتو که اواخر این ماه برگزار خواهد شد بیشتر و دقیق‌تر خواهد گفت که با توافقنامه یک سال پیش با طالبان چه خواهد کرد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک از واشنگتن با ماست. خوش آمدید آقای صمد. با توجه به اطلاعاتی که الان داریم و با توجه به این گزارشی که منتشر شده، فکر می‌کنید چقدر احتمال داره که آمریکا نیروهاش رو نگه داره در افغانستان بیشتر از مدت ماه مه؟ سوال است که هنوز جواب نداره، چون حکومت فعلی ایالات متحده قسمی که گزارش شما هم آمد مصروف بازنگری می باشه و این گزارش را که یک گروه مطالعه قضیه افغانستان دیروز از طریق USIP و یا انستیتوت سال امریکا به نشر رسانیده، البته انعکاس دهنده نظر یک جمع از متخصصین و پژوهشگران و کسانی هستند که تمایلات این طرف یا آن طرف داشتند و اینها بعد از رایزنی چندین هفته و دو سه ماه بالاخره چنین یک راپوری را گزارش را برای نه تنها کانگرس بلکه برای حکومت امریکا هم ارائه کردند که از او استفاده خواهد شد در پهلوی گزارش های دیگه که دیگر نهادها و دیگر پژوهشگران و متخصصین هم ایران خواهند کرد. آقای صمد، اگر آمریکا تصمیم بگیره که حضور نظامیش رو ادامه بده در افغانستان، فکر می‌کنید چه تأثیری میگذاره بر سرنوشت توافقی که قبلا با طالبان کرده؟ در خلال 3 ماه آینده این موضوع باید روشن شود که ایالات متحده آیا به توافقنامه فوریه 2020 با طالبان کاملا متعهد باقی میمونه یا در او میخواهد که کدام تغییرات و تحولات ایجاد کنه و یا ای که تقاضای از این بیکنه ایالات متحده تا طالبان قبول کنند تا موعد خروج نیروها تمدید شود برای چند ماهی، قسمی که بعضی ها ارائه کردن. اگر چنین کار شود ایجاب خواهد کرد تا بین طالبان و ایالات متحده در خلال 2-3 ماه آینده دوباره رایزنی و مذاکره صورت بگیره تا روی یک چوکات جدید توافق کنند. ولی قسمی که گفتین و گزارش شما رسان، طالبان میل به این ندارند، هرچند حکومت آقای غنی میل داره به این که نیروهای آمریکایی برای یک مدت طولانی تر در افغانستان باقی بمانند. ولی اگر طالبان قبول نکنند، متاسفانه که دوام حضور نیروهای آمریکایی هم میتونه که منتج به آغاز جنگ و حتی تجدید و دوباره من فکر میگم تقویه جنگ داخلی در افغانستان شد که این هم یک خطر بسیار بزرگ متوجه افغانستان بوده میتونه. آقای صمد، یه مسئله که الان خیلی در افغانستان مطرحه، مسئله تشکیل حکومت موقته. اگر نیروهای آمریکایی بمانند در افغانستان، فکر میکنید این مسئله چه بر سرش میاد؟ آیا منتفی میشه؟ آیا باز هم به صورت جدی مطرح میمونه؟ خب این به این تعلق داره که مذاکرات از حال تا ماه می آیا برای این است که در قسمت قضیه توافقنامه یک تمدید صورت بگیره از لحاظ زمانی و یا که ایالات متحده پابند باقی میمانه، و اگر چنین کار صورت بگیره موضوع حکومت موقت و یا یک دوره انتقالی به یک شکل از اشکال باید مورد ارزیابی قرار بگیره و جناح مختلف افغان
و جناهای بیرونی همه باید اجماعی را تشکیل بدن که افغانستان به طرف یک دوره انتقالی برای رسیدن به هدف صلح بکشاند. ممنونم از شما عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و تحلیلگر ارشد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دادگاهی در بلژیک که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را به جرم توطئه برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم کرد. گزارشی که به سفارش کنگره آمریکا تهیه شده توصیه می‌کند که دولت جو بایدن خروج کامل نظامیان از افغانستان را عقب بیاندازد. در ادامه این برنامه، پس لرزه‌های کودتای نظامی در میانمار، اعتراض در خیابان، قطع دسترسی به فیسبوک. در لبنان منابع امنیتی و رسانه‌های محلی می‌گویند جسد یک نویسنده و فعال مدنی معروف که منتقد سرسخت گروه حزب الله بود در اتومبیلش پیدا شده. یک منبع امنیتی گفته لقمان سلیم که خانواده‌اش از شب قبل گم شدن او را گزارش کرده بودند هدف چندین گلوله قرار گرفته. آقای سلیم از یک خانواده برجسته شیعه بود و مرتباً در نوشته‌هایش و در رسانه‌ها حزب الله لبنان را متهم می‌کرد. او در گذشته هم تهدید به مرگ شده بود. همکارم نفیسه کوهنورد از لندن با ماست تا بیشتر صحبت بکنیم. نفیسه، چه اطلاعات بیشتری داریم از آقای سلیم؟ آقای سلیم پریزاد 59 سال داشت و به عنوان یکی از شفافترین و رکگوترین منتقدهای حزب الله شناخته می شد. از طرف طرفداران حزب الله به اون لقب شیعه سفارت ها داده شده بود به خاطر ارتباطی که آقای سلیم با سفارت های غربی و داشت و در کنفرانس های خارجی شرکت میکرد و در بیشتر سخنرانی هاش علیه حزب الله صحبت میکرد و اینکه چطور میشه لبنان رو از بند فشار و نفوذ حزب الله و ایران نجات بدن. همین 14 ماه پیش بود که آقای سلیم در توییتر خودش یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد. در اون مستقیما از تهدیدها صحبت می‌کنه، تهدیدهایی که علیه خودش و خانواده‌اش بود، و در اون حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و نبیه بری رئیس دبیر جنبش عمل و رئیس مجلس لبنان رو مقصر میدونه اگر اتفاقی برای او و خانوادش بیفته. آقای سلیم دقیقا در قلب منطقه شیعه نشین زاهیه که تحت کنترل حزب الله هست هم یک مؤسسه‌ای داشت به اسم مؤسسه امم که در اون اسناد و مدارک تاریخی تحولات به خصوص معاصر لبنان رو جمع‌آوری می‌کرد، از جمله چیزهایی که به حزب الله ربط داشت و لزوما حزب الله خیلی خوشش نمی‌اومد از این جمع شدن مدارک. نفیسه، آیا هیچ اظهار نظر رسمی شده در مورد عامل یا عاملان ترور و اینکه آیا احتمالش هست که این عاملان ترور هر کسی که بوده پیدا بشن؟ واقعا مظنون اصلی از طرف خیلی ها حزب الله شناخته میشه، اما فعلا فقط میشل اون رئیس جمهوری لبنان درخواست کرده که یک پرونده گشوده بشه و در موردش تحقیق بشه در مورد این قتل، و همچنین سعد حریری که مسئول تشکیل دولت لبنان هست اون هم گفته که باید عاملانش پیدا بشه. اما لبنان کشوریه که شاهد این قتل ها قبلا هم بوده. سمیر قصیر و جبران توینی، دو شخصیت معروفی که در سال 2005 کشته شدن از مخالفان حزب الله، هرگز این پرونده شون بسته نشده، همچنان تحقیقات ادامه داره. میدونیم که پرونده آقای حریری هم که در سال 2005 کشته شد همچنان با سوال‌های بسیاری مواجه بود و چند ماه پیش که نتیجه اعلام شد باز هم عاملان اصلی پیدا نشده، یک نفر فقط وابسته به حزب الله متهم شد. برای همین خیلی انتظار نمیره که عاملانش پیدا بشه، به خصوص که شباهت بسیاری داره این کشته شدن آقای سلیم به ماجراهایی که در عراق هم داره اتفاق میفته علیه
منتقدان ایران و منتقدان گروه های نزدیک به ایران که دقیقا مدل همین در ماشینشون با ضرب گلوله کشته شدن و پرونده این اشخاص هم که مشخصا افراد شناخته شده منتقد ایران و گروه های نزدیک به ایران بودن همچنان باز مونده و هیچ کسی به جرم کشتن این افراد دستگیر نشدن. برای همین به نظر میرسه عاملان کشتن آقای سلیم هم همچنان بتونن بیرون باشن و پیدا نشن. ممنونم از توضیحات نفیسه کوهنورد، همکارم از لندن. اولین محموله واکسن‌های روسیه کرونا به نام اسپوتنیک امروز به ایران رسید. گفته شده که این محموله شامل 500 هزار دوز واکسن است. سفیر ایران در روسیه گفته قرار است این دو کشور به زودی تولید مشترک واکسن اسپوتنیک را آغاز کنند. در همین حال وزارت بهداشت ایران هشدار داده که در صورت رعایت نکردن مقررات بهداشتی امکان شیوع موج جدید بیماری وجود دارد. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. محموله‌ای که همه در انتظارش بودند در فرودگاه امام خمینی تهران. 500 هزار دوز واکسن اسپوتنیک پس از چند هفته بحث به تهران رسید. محموله دوم هم تا آخر بهمن و محموله سوم هم تا دهم اسفند و همین روند ادامه داره. ما در فاز یک متقاضی خرید حدود 5 میلیون دوز هستیم که البته این برای همین تا سه چهار محموله است که در آینده ارسال خواهد شد. مقام های وزارت بهداشت ایران اما همچنان نگران افزایش دوباره آمار مبتلایان به کرونا در استانهای زرد هستند. عادی انگاری و خوشبینی در شرایط حاضر بسیار خطرناک است و مطمئناً فاصله گرفتن از رعایت توصیه های بهداشتی و بروز رفتارهای اجتماعی خطر آفرین مقدمه شروع موج جدید بیماری در کشور خواهد بود. شهرستان های نارنجی هم به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران دو برابر شدند. موارد بستری در برخی استان‌ها رو به افزایش است و در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور در تجمعات باید منتظر خیز چهارم بود. شهرستان‌های نارنجی از 18 به 36 مورد افزایش پیدا کرد. اما در بریتانیا که تا به امروز توانسته بیش از 10 میلیون نفر را واکسینه کند، مقام‌های بهداشتی برنامه آزمایشی استفاده از دو واکسن مختلف برای دوزهای اول و دوم را آغاز کردند. دانشمندان می‌گویند با این روش شاید بتوان ایمنی فرد را در مقابل ویروس کرونا افزایش داد. هدف این پژوهش اینه که تأثیر تزریق دو واکسن متفاوت رو بررسی کنه. این کار سابقه تاریخی داره و در مورد واکسن‌های هپاتیت و کودکان انجام شده. محله در مادرید، صف طولانی برای گرفتن غذای رایگان. اسپانیا یکی از کشورهایی است که اقتصادش پس از همه‌گیری کرونا ضربه خورده و آمار بیکاری آن با بیش از 20% افزایش به 4 میلیون نفر رسیده. در اروپا برنامه واکسیناسیون عمومی دیرتر از بریتانیا آغاز شد. تأخیری که حالا ضربه سختی به اقتصاد این اتحادیه زده. بر اساس پژوهش یک مؤسسه مالی بریتانیایی، اقتصاد اروپا به دلیل این تأخیر ممکن است بیش از 90 میلیارد یورو آسیب ببیند. واکسن تنها امید خروج از وضعیت غیرعادی این روزهاست و شروعی برای حرکت دوباره چرخ اقتصاد. واکسنی که بار دیگر سازمان بهداشت جهانی درباره توزیع ناعادلانه آن هشدار داده و گفته که ممکن است باعث بروز یک فاجعه شود. کاوه مشکات، بی بی سی. سازمان ملل متحد خواستار همبستگی بین‌المللی برای مقابله با کودتای نظامی در میانمار شده. پلیس میانمار پرونده قضایی علیه آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و وین مین، رئیس جمهوری تشکیل داده و آنها را به تقلب در انتخابات محکوم کرده. در شهرهای بزرگ میانمار اعتراض‌های مردمی به کودتای نظامیان ادامه دارد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. اعتراض شبانه مردم پایتخت به کودتای نظامی با نگرانی از بازگشت به دهه‌های گذشته، دوران ترس و انزوا برای میانمار. من کودتا را در سال 1962 و 1988 میلادی دیدم. هممون میدونیم وقتی نظامی ها قدرت رو به دست میگیرن چه میشه. برای همین باید اعتراض کنیم. اگر تو قدرت باشن هر معترض رو میکشن. ما خواستار بازگشت رهبران منتخب مردم هستیم.
این دوره همه های شبانه برای اعتراض شاید یکی از تنها راه های باقی مانده برای ارتباط است. ارتش دسترسی به فیسبوک را قطع کرده، پلتفرمی که نیمی از جمعیت میانمار در آن فعال هستند و بیشتر همایش های اعتراضی روی آن سازماندهی می شود. واتساپ و تماس تلفنی هم مختل شده. و این تازه ترین واکنش سازمان ملل متحد به قطع ارتباط میانمار با جهان و بازداشت رهبران غیر نظامی این کشور. ما همچنان خواهان آزادی فوری آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم و رئیس جمهوری میانمار هستیم که چند روزی است به دستور ارتش در بازداشت است. من معتقدم که اتهام‌ها علیه خانم سوچی ناقض حاکمیت قانون و دموکراسی در میانمار است. سازمان ملل خواستار اتحاد در شورای امنیت این سازمان برای حل بحران میانمار شده. بیشتر کشورهای غربی از جمله بریتانیا و امریکا کودتای نظامی در میانمار را محکوم کردند، اما تلاش‌ها برای یک صدایی در شورای امنیت سازمان ملل به خاطر موضع چین ناکام مانده. چین که در ظاهر با آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی برای دموکراسی، رابطه خوبی دارد، دوستی خود با ارتش میانمار را هم نگه داشته. شورای امنیت می‌خواهد تحریم میانمار را بررسی کند، اما موضع اولیه چین این بوده که تحریم فقط اوضاع را بدتر می‌کند. روسیه دیگر عضو شورا هم موضعی مشابه دارد. اینجا در نایپیداو پایتخت میانمار، اما رهبران کودتا برای مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی آماده می‌شوند. این تصویری است که از نشست نظامیان با فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع بیرون آمده، نشستی برای بررسی راه‌های مقابله با تحریم‌های احتمالی. نظامیان میانمار تجربه نیم قرن حکومت با تحریم و انزوا را دارند. آنها رهبر 75 ساله میانمار و حزب حاکم را به تقلب در انتخابات متهم می کنند. حزبی که در انتخابات 3 ماه پیش اکثر کرسی‌های مجلس را برد. کمیسیون انتخابات میانمار اتهام تقلب گسترده در انتخابات را رد کرده بود. حالا کسی از وضعیت آنگ سان سوچی خبر ندارد. او پیشتر نزدیک 20 سال در حبس خانگی به سر برده بود. برنده جایزه صلح نوبل که بعد از آزادی و به قدرت رسیدن به خاطر بدرفتاری حکومت با اقلیت‌های قومی و مذهبی در میانمار و دفاع او از ارتش که به نسل کشی مسلمانان روهینگیا متهم شده مورد انتقاد گسترده بین المللی قرار گرفت. او حالا در بند ارتشی است که پدرش سنگ بنایش را گذاشته بود. ارتشی که سایه قدرت سیاسی و اقتصادیش همیشه بر سر دولت منتخب میانمار سنگینی کرده. شیدا هوشمندی، BBC. با این گزارش به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون با ما.